بعد کنترل شیفت دو کاستومایز شد. اینجا ساعت برای ما نشان داد. باز سه فشار میدهیم. چی میشه؟ تاریخ میشه. چهار فشار میدهیم. کرنسی میایه. پنج فشار میدهیم. پرسنتج میایه. شش آلت چی میایه؟ همون سانتیفیکی که ما شما داشتیم. اگر خواسته باشیم واحد پول متفاوت انتخاب کنیم از اینجا استفاده میکنیم. اگر فیصدی میخواستیم از اینجا استفاده میکنیم. سه خانه جدا میکنه. شکل اکانتین اینجا برای ما نوشته کردم. و میتونم قسمت اعشاری از این تغییرات بودم با این ابزارهای خیلی کاربردی به این قسمت قرار داده شده. درست است؟ تا فعلا ما و شما درباره بعضی آپشن های از اینا صحبت کردیم. از اینجا چه می آوردیم؟ واحد پول. درست است؟ باز از اینجا به چی تبدیل می شد؟ از اینجا چی تبدیل می شد؟ از اینجا بخش اعشاری دقتش زیادتر می شد و از اینجا چی؟ دقت اعشاری کمتر می شد. خیلی خوب. مشکلی هست یا نه؟ آیا کسی لازم داره که تکرار کنیم اینا؟ خیلی خوب. بیم یک موضوع دیگه شروع می کنیم. بس خود از اینجا بسته می کنیم که کلوس شد. میم یک چیز نو و جدولی که ما شما دیروز سراجی کار کرده بودیم. یک سوال از شما پرسان میکنم. ببینید عزیزا، امی فضایل که ما شما اینجا داریم کل از این خود میگفتن شیت. صحیح شد؟ ما شما داخل از این شیت مثلا میگه مینمی سایر انتخاب کن. اگر انگلیسی باشه سایر نمیگن. چی میگن؟ رنج میگن. متوجه باشین که نام این فضاهایی که دیتا داخل از این به حالت نارمل نوشته شده چی است؟ چی است؟ نه. رنج گفتیم بیشتر. اینمی فضار چی میگن؟ رنج. پس صبر کنیم که برد بیاییم. همین فضای ساده چی میگن؟ رنج میگن. در ای هیچ قابلیت خاصی وجود نداره. خب؟ هیچ قابلیت خاصی وجود نداره. خب فضای استیتا نوشته میشه. ما به اینجا یک حالت یک گزینگک داریم به نام فارمت از تیبل. به نام فارمت از تیبل. اگر ما بیایم سر از این آپشن کلیک کنم، ببینیم ما داخل از این فضا هستم. بعضی وقتا ما میگیم بیایم به داخل از یک خانه کلیک کنیم، نفر میگه تا دابل کلیک میکنه. باز این هم خیلی فعال میشه. این تا یک اشتباه های امکان است که صورت بگیره و بعضی کارهایی که ما اینجا میگیم باز شما نتونین انجام بدین. فقط داخل نمی محوطه باش. یکی از خانه فقط یک بار کلیک کرده باشه. شارتکت از این کنترل و تی هست. شارتکت چی بود؟ کنترل و تی. زمانی که شما کنترل و تی فشار دادین یک چی باز شده؟ صفحه که نوشته شده create table. عنوان از این است. Where is the data for your table? سوال پرسیده که دیتای شما برای تیبل کجا هست؟ خودش تمام ساحه یا امور رنج ما انتخاب کرده. فضای انتخاب میشه که بین از او ایتا گسستگی وجود نداشته باشه. مثلا یک ستون خالی یا سطر خالی نباشه. اگر ما به این قسمت بیایم و یک سطر خالی زیاد کنم، ببینید ما به اینجا فیلن که هستم تبل کلک میکنم، برای ما شما میایه اینمی فضای رو انتخاب میکنه که در اونجا تمام دیتا به شکل پیوسته است. ترجم خوب است که تمام اطلاعات شما ایتا مثلا خانه ها پر باشه. اگر پر نباشم هم زیاد شما ضرر نمی کنین، ولی عنوان داشته باشین منظم. خیلی که نظم داشته باشین بهتر است که تیبل جور بکنین. ما کنترل چی فشار دادیم؟ تی. خودش سایه ما انتخاب کرده و گفته که ما تیبل از ایدرز می عنوان یا عناوین اینجا داره. اگر که نداشت بازی که پس میکنن او خودش نوشته میکنه کالم یک، کالم دو، کالم سه، باز خودش ایدر میده. سر از کلیک کرده. چون ما یک فرمت از پیش داده بودیم، باید این قسمت ما بیاییم و اون از کجای فرمت پاک میکردیم؟ از کلیر. کدام آپشن؟ کلیر فرمت. اینجا ببینیم پاک شد. ببینیم آپشن های جدید ما داریم به نام تیبل تولز. ببینیم که دیگه در پهلوی از اینکه ما شما تیبل تولز داریم دیگه این چی خوبیای داره.
به نظر شما چند تا ویژگی خوب داشته باشه نسبت به ابو سایه یا رنج ساده؟ چقدر؟ یکی، دو تا، سه تا، چقدر؟ خیلی یک چیزی بگین بد نمیشه. پنج تا مثلا گفتم. چی رقم یک رنج ما به یک تیبل تبدیل کنیم نشان دادیم؟ کنترل تی. این اینجا از این فضا استفاده شده، نوشته شده. خب این یک تیبل ما جور کردیم و چپتر هم این همو فضایی که من فعلا به شما نشان دادم نشان داده شده و آن مزایای استفاده از تیبل چی خوبی ها دارن. ببینیم مرتب سازی و فیلتر داریم، امکان سریع تبدیل استایل ها هست، رنگی کردن یکی در میان صدرا که به نام زبرالاین میشه. اگه گروه لطف کنین پشت سرش ماسکول کنین. سعی است دیگه گسترش اتوماتیک یا اوتو اکسپنشن داریم، تنظیم اتومات عرضی ستون ها، استفاده از ساختار فرمول های تیبل. اینجا 11 دانه بود، یکی هم مرور به چارت ها می شدیم، حذف کردیم، فعلا 10 دانه مانده. 10 ویژگی داره که به شما نشان میدم. ببینید اولی، اینجا خب ما عنوان داریم و پهلوی عنوان ها یک علامته که وجود داره، آپشن های برنامه سورت و فیلتر است. اینجا درست است؟ موضوع دوم، یکی در میان رنگه شده، این میگن زبرالاین. زبرالاین چی معنی میده؟ نه، گرخری. گرخر دیده باشین دیگه. نه تو چی هست؟ یکی خط سیاه داره که سفید داره. نه تو سعی شد نام یک ایوانه که میگیریم به شما نباید جالب باشه جا، چون ایوانه دیگه چیز بده نیست. سعی شد یک چیز جالب دیگه هم هست. من کنترل زد میزنم، ای آله به شکل تیبل نیست، ای خورد میکنم. باشه که امیال همی استایلات از ایرم پاک کنیم. سعی شد استایل از ایرم ما پاک میکنیم. بر از ایرم کم میکنم. ببینیم این دیپارتمنت و چند تای از این ستونار بر از ایر کم کنیم. کنترل تی فشار داریم. اوکی میکنیم. اتومات به اندازه نیاز ستون برش خودش تنظیم میکنه. این موضوع چی بود؟ دومی رو حساب کنیم. سورت و فیلتر جان؟ استایل هم خودش میده. خب سورت و فیلتر اولی، عرض ستون خود از اتومات تنظیم کرد. این دوتا یکی در میان رنگه کرد. چی میگیم؟ این سه تا دیگه چی؟ دیگه ببینیم عزیزان، ما شما یک چیز خیلی جالب دیگه هم به یک قسمت داریم. او چی است؟ اگر تو برون بالا، عنوان ها به شکل ثابت باقی میمانند. صحیح شد؟ اگر بیایم به این طرف، ما سمایی تا یک شکل کج رقم به خود گرفت، کلک میکنم، چی شد؟ کل تیبل با یک کلک انتخاب شد. اگر اینجا نوشته کنم توتال، صحیح شد توتال، حالا این طرف فشار بدیم، اتومات این ستون به تیبل شما زیاد شد، اوتو اکسپنشن بود. نه حالا یک فرمول نوشته میکنم مساوی ای عدد. میبینیم ات پرفورمنس ساختار جدید داره. دیروز ما همین رقم جمع کرده بودیم، همین رقم نشان میداد؟ نه، نشان میداد مثلا جی دو اف دو همچین چیزه. جمع مثلا یک خانه دیگه به یک خانه فرمول کار میکنم و تمام از این خانه هایی که به پایین است اتومات فرمول کار میشه. صحیح شد؟ میایم به این پایین، از این به این پایین که میایم سر از این قسمت کلک میکنیم، بخش دیزاین میایم، نوشته شده توتال رو کلک میکنیم. یک ستونک، یک سطر جدید اینجا میایه برای ما و شما. چی نشان میده؟ حاصل جمع. خوش شما نیامد، اوسط، تعداد، مینیموم، مکزیموم و استاندارد دیویشن یا انعراف میاری. صحیح شد؟ هر آن چیزی که ضرورت هست یا وریانس و فرمولای دیگه هم میتونه باشه. تا حالا چند چیز گفتیم؟ ببینیم عنوانم ثابت منظم اینجا نمیشه شد. چند تا مسئله تا حالا گفتیم؟ اول گفته بودیم سورت و فیلتر
اگر میتونستید به یک قسمت میگم دومی هم چی باشه؟